پس از آنکه مزدوران لبنانی و پاسداران در جبهه جنوبی سوریه متحمل تلفات سنگینی شدند، بر سر زمان حمله با نظامیان اسد درگیر شدند. رزمندگان بر اساس اطلاعاتی از درون رژیم اسد خبر دادند، بین مزدوران لبنانی و پاسداران رژیم آخوندی با نیروهای اسد در داخل تیپ 121 در حومه غربی دمشق درگیری رخ داده است. این درگیری بعد از تهاجم شبانه به مواضع رزمندگان صورت گرفت. در این تهاجم مزدوران متحمل تلفات سنگینی شده بودند. درگیری میان مزدوران رژیم تعدادی مجروح بر جای گذاشت. رزمندگان ارتش اول در منطقه جنوبی سوریه طی فراخوانی نسبت به حمله مزدوران اسد هشدار عمومی دادند. این دومین بار است که از شروع حمله نظامیان اسد و پاسداران رژیم آخوندی به این منطقه فراخوان داده می شود. به گفته رزمندگان، یورش مزدوران به منظور اشغال مناطق مهم در حومه درعا و حومه غربی دمشق می باشد. هر گونه پیشروی مزدوران در این منطقه باعث دستیابی آنها به عمق مواضع رزمندگان در درعا و قنیطره خواهد شد. محمد جوان سوری برای نبرد علیه اسد به رزمندگان ارتش آزادی پیوسته است. محمد خدر جوان سوری جنگ با دشمن کشورش را انتخاب کرده است. او آموزش‌های اولیه‌ای به کارگیری سلاح را گذرانده و در انتظار شرکت در اولین نبرد است. محمد یک سال است که تصمیم گرفته است به پدر و برادرش در ارتش آزادی در جبهه مورک بپیوندند. به نظر می‌آید به جلیقه نظامی که پوشیده افتخار می‌کند. سلاح او نیز در کنارش می‌باشد. او وقتی اینجاست خودش را کم سن و سال نمی داند، بلکه خود را سربازی در گردان ارتش آزادی می داند که فرمانده آن پدرش می باشد. او با اختیار خودش تصمیم گرفته مدرسه را رها کرده و به صفوف ارتش آزادی بپیوندد. دیدم پدرم و برادرانم دارن با اسد مبارزه می کنن. منم تصمیم گرفتم به اونا ملحق بشم. محمد در نزدیکی جبهه در حال پست و گشت زدن است و هنوز در هیچ نبردی شرکت نکرده است، اما به شدت آرزوی آن را دارد. پدرش میگوید بعد از اصرارهای محمد و با توجه به استمرار جنگ قانع شده که او هر کجا که هست سلاح حمل کند. والله ما بقي يهمني انا بالنسبه الي العلم. به نظر من علم بهتره، اما داریم خون میدیم. با اینکه مفروضه که همه ما و فرزندانمون باید علم داشته باشیم، اما به مرحله‌ای رسیدیم که مدارس رو رژیم اسد با بشکه‌های انفجاری ویران کرده. رزمندگان این گردان محمد را بسیار دوست دارند. به طور یقین محمد تنها جوانی نیست که به نبردها پیوسته. صدها جوان دیگر سوری به نبرد علیه اسد پیوستند. آنها شرکت در این جنگ را با اراده خود انتخاب کردند. رستم غزالی جنایتکاری که به خاطر رژیم اسد دست به هر جنایتی در لبنان و بعد در سوریه زد، اما پاداشی جز حذف دریافت نکرد. سرگذشت او مانند همه افسرانی است که در حزب بعث سوریه و در خدمت خاندان اسد بودند. او می توانست یک افسر معمولی باشد، اما وقتی به بخش اطلاعات پیوست مسیر دیگری را طی کرد. رستم غزالی در بخش‌های مختلف دستگاه اطلاعاتی غرق شد تا جایی که جایگزین قاضی کنعان شد.
او بیش از حد به نخست وزیر فقید لبنان رفیق حریری نزدیک شده بود. وقتی بشار اسد آماده بر عهده گرفتن مسئولیت پدر خونریزش حافظ اسد شد، تمام ژنرال‌هایی را که منصبی داشتند یک به یک تغییر داد. از ژنرال علی دوبا تا علی حیدر و شفیق الفیاض. از آن پس همه چیز تغییر کرد. رستم غزالی سیاست‌های اسد در لبنان را پیش می‌برد. ترورهای زیادی انجام شد. علاوه بر ترورها، توایف مختلف را علیه هم شوراندند. در دوره رستم غزالی شرایط در لبنان سیاه‌تر و فاسدتر شد. او یکی از اصلی‌ترین جنایتکاران دستگاه اسد بود که به هیچ اصول و اخلاقی پایبند نبود. او شروع به اخاذی از رفیق حریری کرد. خودش اعتراف کرده است که ماهانه 300 هزار دلار می گرفت. او و دوستش با یک عملیات خیانتکارانه بانک مدینه در لبنان را تصاحب کردند که جزئیات آن هنوز برملا نشده است. او هرگاه با مخالفتی از جانب کسی روبرو می شد، کلتش را روی میز می گذاشت و شروع به تهدید می کرد، حرکتی که شبیه سران مافیا بود. رفیق حریری در زمان رستم غزالی ترور شد. او رئیس اطلاعات سوریه در لبنان بود. بعد از اینکه رستم غزالی یک سلاح اتوماتیک از حسن نصرالله به عنوان هدیه دریافت کرد، همراه با سایر نیروهای اسد لبنان را ترک کردند. بعد از شروع انقلاب سوریه نیز او مشغول جنایت علیه مردم سوریه شد، زیرا او تنها افسر سنی در سیستم اطلاعاتی اسد از استان درعا بود. باقی افسران اطلاعاتی از علویان بودند. در مورد این مزدور خبرهای مختلف و گاه متناقضی وجود دارد. به روایتی او به دست قاسم سلیمانی کشته شده است تا نیروهای اسد را از همه افسران سنی پاکسازی کرده باشد. یک روایت هم این است که او را به خاطر اینکه دارای اطلاعات ترور رفیق حریری بوده، به خاطر اینکه مورد حسابرسی دادگاه جنایی بین المللی قرار نگیرد و اطلاعات را به بازرسان آن ندهد کشتند. هر کدام از این روایت ها درست باشد، در هر حال یک چیز مسلم است، اینکه دشخیم رستم غزالی به سرنوشت شومی گرفتار شده است. رژیم اسد تلاش کرد هنرمندان را سرکوب کند یا به قتل برساند تا صدای آنان را خاموش کند، اما نه تنها این چنین نشد بلکه آنها تکثیر شدند. زخ رصاص على الناس العزل يا حيف اطفال بعمر الورد تعتقلهم كيف اذا كان لعمله الثوره السوريه وجه اخر. اگر سکه انقلاب سوریه روی دیگری داشت، همین آوازها بود که باعث شعله ور شدن آن میشد. این اولین لحن تظاهرات مردم علیه اسد و پشتیبانان او و سنگ بنای خروش حنجره‌ها و سروده‌هایی بود که انقلاب را گام به گام به پیش می‌برد. مانند بقیه انقلاب‌های جهان، این آوازها باعث وحشت دیکتاتور می‌شود و با وجود قید و بند و سرکوب، اما راه تکثیر خودش را پیدا می‌کند. اولین کسی که در این راه جان باخت آوازخوان انقلاب ابراهیم قاشوش بود. رژیم اسد انتقام آوازها و شعارهای انقلابی او را به شیوه ضد انسانی و وحشیانه ای گرفت. جنایتکاران اسد قبل از اینکه جسد او را در رودخانه بیاندازند، حنجره او را پاره کردند. اما او نمرده. صدای او در میدانهای تظاهرات در همه جای سوریه ماندگار شد و رژیم اسد که در صدد بستن دهانها و سرکوب انقلاب بود، با شکست مواجه شد و در هر شهری یک یا چند ابراهیم قاشوش تکثیر شد. خانواده های هنرمندان نیز از این جنایات در امان نماندند. خانواده مالک جندلی و پدر و مادر سالخوردهش هدف وحشیگری و ضرب و شتم نیروهای اسد قرار گرفتند. همانطور که در تصویر دیده می شود، آنها نمونه کوچکی از جنایات اسد می باشند.